فرض کنید میخواد برای خونهمون توی اقلیم سرد و کوهستانی آیق حرارتی در نظر بگیریم این آیق حرارتی رو تو کدوم سمت دیوار کار میکنید سمت داخلی دیوار یا سمت خارجی دیوار چند ثانیه بهش فکر کنید برمیگرد سلام بچه خیلی خوش اومدیم به ویدیو دیگه من احسانم و اینجا استودیوی تایم رسومه توی ویدیو قبلی من در رابطه با اقلیم گرم و خشک صحبت کردم و در رابطه با معماری بومی این مناطق صحبت کردم حالا امروز بخوام بریم سراغ اقلیم سرد و کوهستانی اقلیمی که تقریبا یه سری ویژگی های مشترکی از نظر خوش بودن هوا با اقلیم گرم و خشک داره بافتش خیلی نزدیکه سبک در واقع طراحیش با حیات مرکزی نزدیک به اقلیم گرم و خوش و میخوام در رابطه باش صحبت کنیم ویژگی مختلفش با هم بررسی کنیم همونطور که احتمالا میدونی ما بیشتر این اقلیم رو توی کوهستان های غرب کشورمون یا توی بخش شمال غربی و یه سری دامنه های در واقع کوه های مرکزیمون این بخش رو داریم مثل شهره مثل تبریز و ارومیه و اردبیل همدان این شهرها شهرهایی یعنی هستند که اقلیم سرد و کوهستانی دارن حالا من عکس نقشه‌ام که براتون گذاشتم میتونید ببینید توی کدوم یکی از بخش ایران ما این اقلیم سرد کوهستانی رو داریم توی اقلیم سرد و کوهستانی ما زمستونامون خیلی سرد و طولانی هن. یعنی تقریبا از اوایل آذر تا اواخر فروردین آب و هوا آب و هوای میانگین دما توی این اقلیم توی ایران توی فصول گرم بالای 10 درجه سانتیگراده و حد اقل دما میانگینش کمتر از منفی 3 درجه توی فصول سرده رطوبت هوا هم خیلی کمه میزان بارندگی توی تابستون کم و توی زمستون زیاد و غالبا به صورت برفه درباره ویژگی های معماری بومی قدیم سرد و کوهستانی اولین نکته اینه که معمولا می اومدن برای قرارگیری بافت کلی شهر جهتگیری کلی ساختمونا سمت پشت به باد رو انتخاب میکردن این دوتا مزیت بر ما داشته دوتا مزیت مهم بر ما داشته یکی اینکه خب وقتی شما تو سراشیبی قرار میگیری که رو به جنوبه تابش بیشتری دارید رو به جنوب تابش بیشتری داری و خب باغ ها و کل شهر تو این سراشیبی میزان جذب نورشون بیشتر میشه دومین نکته اینه که بادهای سرد زمستونی که از سمت شمال می دیگه تو این حالت ما رو کمتر اذیت میکردن یه جورایی در مقابل این بادها ایمن میشه درباره بافت کلی شهر هم باز ما اینجا مثل اقلیم گرم و خشک یه بافت متراکم رو داریم تا بتونیم دوباره تبادل حرارتیمون رو با محیط بیرون که محیط سردیه کمتر کنیم ولی خب در واقع این اتفاق جوری می افتاده که ساختمان روی همدیگه سایه اندازی هم نداشته باشن و بتونن از تابش خورشید هم استفاده کنن بافت کلی شهر هم معمولا در واقع چیدمان و آرایش کلی شهر هم شطرنجی بوده جوری که بیشتر خیابون هم خیابون های شمالی جنوبی یعنی هم شمالی جنوبی بوده که چه اتفاقی بیفته که بتونن بیشترین میزان استفاده از انرژی خورشید رو داشته باشن و جدا از این قضیه هم ساخته یعنی شر... خیابون هایی که شرق غربی اتفاق می هم در واقع شکل می هم باید عرضشون بیشتر می شد که باز ما تو نورگیری بتونیم بهتر عمل کنیم اتفاق دیگه اینه که توی بخش در واقع جنوبی یک ساختمون یک مجموعه ساختمون ساختمون جنوبی باید کوچیکتر می شدن که ما بتونیم حد اکثر نوری که داره از سمت جنوب میاد رو به بقیه بخش داشته باشیم و این سایه اندازی روی بقیه بخش های ساختمون نداشته باش. از نظر زاویه جهتگیری هم باز ساختمون میتونه از 20 درجه به سمت غرب تا 45 درجه به سمت شرق در واقع تغییر حالت داشته باشه اما بهترین حالت 12 درجه به سمت شرقه که بتونه نور جنوب شرقی رو بگیره تا بهترین بازی رو این نظر داشته باشن نظر جذب نور جنوب و نکته دیگه اینه که ما توی جنوبی در واقع جبهه جنوبی ساختمون اون بیشترین پنجره ها رو داریم و پنجره های سرد و سری داریم که بتونیم بیشترین نور کنیم جذب کنیم اما یه نکته دقت کنید من توی حالا سوال های مختلف توی مطالب مختلفی که میبینم دو تا نکته هستش یکی که تفاوت بازشو رو با پنجره دقت کنید ما توی اقلیم سرد و کوهستانی بازشوهای کمی داریم اما پنجره های بزرگی توی زل جنوبی داریم حتی توی اون جبهه جنوبی ساختمونمون که پنجره های سر تا سر داریم بازشوهامون همون بازشوهای هم که سطح های کوچیک و مساحت کمی دارن توی ویدیوی قبلی درباره سقف‌های های بلند اقلیم گرم خوش صحبت کردم و گفتم که توی اقلیم سرد و کوهستانی ما معمولا سقف کوچیکتره و در واقع حجم کلی فضای داخلیمون رو کمتر نگه میداریم یه نکته دقت کنید بچه ها ما حتی تو این حجم کم هم باید سعی کنیم که نسبت سطح خارجیمون به حجم مون کم باشه چجوری میتونیم این استفاده کنیم در واقع از این قضیه کمک بگیریم اینطوری که بیایم حجممون رو مکعب شکل نگه داریم و با پلان های مربع و های ساده سطوح خارجیمون رو ارتباطمون رو با خارج کمتر کنیم تا بتونیم هوایی که داخل برای خودمون آماده کردیم گرم کردیم از طریق تنفس خودمون از طریق در واقع بخاری و امکانات گرمایشی داخل تونستیم هوا رو گرم کنیم این هوا رو نگه داریم و این بازشوها و کم بودن سطح بازشوها هم به خاطر همینه که بتونیم در واقع تبادل حرارتیمون رو با خارج کمتر کنیم و توی زلهایی که آفتابگیر نیستن مثل مثلا جبه شمالی باز حتی از نظر پنجره هم ما سعی میکنیم سطوح کوچیکتر و کمتری داشته باشیم درباره خود طراحی باممون هم با شما سعی میکنیم با بامون مسطح باشه چرا چون که اولا وقتی سطح صافه ما سایه‌اندازی کمتری داریم و میزان جذب نور تابشمون بیشتر میشه و دومین نکته این که وقتی که برف میاد و توی زمستون مثلا برف میاد و روی سخت میشینه خود این برف به ما کمک میکنه که به عنوان یک عایق حرارتی اون رو داشته باشیم و تبادل حرارتمون با بیرون از نظر سقف و بام کمتر بشه مساله ساختمونی که ما تو این اقلیم استفاده میکنیم من معمولا مساله تیر رنگ و بافت خشنی هن که خب بتونن بیشترین میزان جذب نور رو داشته باشن و جدا از این قضیه هم ظرفیت حرارتی بالایی دارن تو ویدیو قبلی توضیح دادیم که ظرفیت حرارتی بالا به با ما کمک میکنه وقتی که خورشید داره تابش انجام میده به این مساله و این مساله حالا اصلا خورشید نه وقتی توی خونه بخاری روشنه و این مساله داره گرمتر میشه این گرما رو تو خودش ذخیره میکنه انگار و وقتی که ما به این گرما نیاز داریم و مواقعی که هوا سردتر میشه این در واقع گرما از مساله برمیگرده توی محیط و این کلا کمک میکنه به ما تا اختلاف دمامون توی صبح و شب توی شرایط گرم و سرد اختلاف دمامون آرومتر تغییرات دمامون آرومتر اتفاق بیفته ممکنه جای مختلفی توی این اقلیم دیده باشین که از سنگ استفاده میشه که خب بافت در واقع مسئله ای که به نسبت خشت و اینا ظرفیت کمتری کمتر داره دلیلش اینه که خب فراوانی این متریال توی اون مناطق باعث شده که مجبور بشن که از اون متریال استفاده کنن وگرنه نه اگر ممکن بود بهتر بود از آجر و خشت که مثلا ظرفیت تراتی بالایی دارن استفاده بشه کمک بیشتری تو این زمینه ما بکنه اما درباره سوالی که ازتون پرسیدم این سوال رو اما درباره سوالی که اول ویدیو ازتون پرسیدم این سوال رو دکتر قبادیون توی یه ویدیوی کامل توضیح داده بودن و حالا من گشتم اینو پیدا کردم نکته جالبیه درباره عایق حرارتی که شما ترجیح میدین عایق حرارتی داخل ساختمونتون یا بیرون ساختمونتون باشه توی اقلیمای توی این قضیه برداشتی که من ویدیو داشتم بود که نگاهمون بیشتر از این که اقلیمی باشه باید عمل کردی باشه بعد ببینیم که ما این مساله با ظرفیت حرارتی بالا رو آیا توی محیطمون و توی عمل کردمون نیاز داریم یا نه اگر نیاز داشتیم مساله رو میاریم داخل و آیق حرارتی رو میبریم بیرون اگر نیاز نداشتیم آیق حرارتی رو میاریم داخل مساله رو میبریم بیرون حالا کی نیاز میشه به این که نیاز نمیشه توی مناطق و جاهایی که ما دوست داریم دما متعادل بمونه دوست داریم دما بالانس داشته باشه و لازم نباشه که هوا به صورت ناگهانی سرد یا به صورت ناگهانی گرم بشه ما سعی میکنیم عایق حرارتیمون رو بیرون نگه داریم و مصالحمون رو داخل نگه داریم پس خیلی به این رب نداره که ما اقلیممون چیه بیشتر به عمل کرده داره مثلا توی اقلیم گرم و خوش و سرد و تو هر دوش شما اگر میخواین خونه تر کنیم بهتر این آیق حرارتی رو بیرون بذاریم که چه اتفاقی بیفته که در واقع اون مصالح با ظرفیت حرارتی داخل باشن گرما رو بگیرن توی مواقعی که لازم داره گرما رو به بیرون بده توی کجاها مثلا این قضیه برعکسه توی مثلا سالن تئاتر یا سالون، توی سینما شما هوای سالن اصلا لزومی نداره توی کل روز متعادل باشه یا گرم باشه فرض کنید توی منطقه سردی یه او میخوان تماشاچی ها و نمایش اجرا بشه و میخواد یه جمعیت زیادی وارد بشه و هوا سرده ما توی لحظه اول نیاز داریم که هوا رو سریع گرم کنیم اگر مساله ظرفیت حرارتی داخل باشن طول میکشه تا ما بخ... بتونیم اون محیط رو گرم کنیم این مساله گرما رو به خودشون میگیرن و طول میکشه تا هوای داخل گرم بشه به خاطر همین آیق حرارتی رو توی سالن تات و سالن نمایش و سالن هایی که جمعیت زیادی دارن میاریم تو تا هوا رو بتونیم سریع گرم کنیم حالا جمعیت اومده مثلا یهو یه 200 نفر اومدن توی یه فضایی که هوای متعادلی داشته و حالا هوا داره کم کم میره به این سمت که گرم شه و گرما دیگه اذیت کننده است برای ما حالا اینجا چیکار می‌کنیم میایم سریع حالا با سیستمای تهویه‌ای که داریم دما رو میاریم تر و تعادل رو به صورت انگار دستی خودمون مدیریت می‌کنیم هر جایی که خواستیم این اتفاق بیفته آیق حرارتی رو می‌ذاریم داخل و هر که خواستیم دما رو متعادل‌تر نگه داریم آیق حرارتیمون میره بیرون و جرم حرارتیمون رو که میاد به سمت داخل ساختمون قرار میگیره کلا هم یه نکته دقت کنید توی ساختمون ها مخصوصا تو خونه ها معمولا آیق بیرون اجرا میکنن چون که پولای حرارتی که داخل اتفاق میفته هی سخف میاد و در واقع اتصالات مختلفی داخل هستش این هی پولای حرارتی ایجاد میشه هی مجبور میشه این آیق بشکنه و ممکنه از نظر اجرایی هم دردسر بیشتری داشته باشه به خاطر همین رو معمولا توی خونه ها توی هم اقلیم سرد هم اقلیم گرم بیرون ساختمون استفاده میکنه نکته بعدی که توی اقلیم سرد و کوهستانی بهش دقت میشه بحث جانمایی عمل کرد است بچه اگر دقت کرده باشین توی طبقات همکف معمولا حتی توی, توی اقلیم های سرد یا حالا توی اقلیم های مختلف همکف هایی که زیرشون پارکینگه تو آپارتمانتون دقت کرده باشین سردترن خونه هایی که گرمایش از کف ندارن و طبقه زیرشون هم پارکینگه خونه سردتره راهکار قدیم چی بوده می اومدن فضای آشپزخونه و حالا فضای استبل جایی که خودش خود به خود ممکن بوده با مثلا حالا حیوانات یا با پخت و پز گرم بشه رو بردن زیر ساختمون اصلی قرار میدادن توی بخش زمستان نشین یا حالا تابستان که این کمک کنه به ما که توی اون طبقات رویین و توی طبقات همکف گرمایش بهتری داشته باشیم کلا هم الان مثلا توی جبهه هایی که در واقع ارتباط بیشتری با بیرون داره به این فضاهای مثل کموت حمام، این این فضا رو قرار میدیم که تبادل گرمایشی ما رو تبادل،, تبادل گرمایشی فضای اصلی ما رو با بیرون کمتر کنه الگوی دیگه ای که توی علم سرد هست همین قضیه ای مرکزی هاست و این خونه های چهار فصل بخش زمستان نشین تابستان این و اینا توی اقلیم سرد کوهستانی با دقت و کیفیت بیشتری باز داره انجام میشه ما معمولا توی بخش زمستان نشین که توی بخش شمالی ساختمون قرار میگرفته که بتونه نور بیشتری بگیره ساختمون دو طبقه داشتیم ساختمون چون چرا چون که بیشتر تایم هوا سرده و خب فضای بیشتری از نظر زمستان نشین نیاز داریم و نکته دوم که اصلا اگر بخش تابستاننشینمون تابستان نشینمون که توی جنوب قرار گرفته بلند باشه سایه میندازه روی بخش در واقع زمستان نشیم میگه اینقدر اینقدر شمال رو جوری خودش خاطیم میکنه سایه میندازه روی بخش شمالیمون و باعث میشه که اون بخش دوباره جذب گرماش کمتر بشه خب امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین و اگه اینطور بود برای بقیه افراد بفرستین نظرتون رو برامون بنویسین بچه ها نکته هایی که من گفتم محدوده و میدونم که نکته های خیلی زیادی دیگه هست که در آره میشه گفت و بهشون اشاره کرد اگه دوست داشتین تو کامنت ها برامون بنویسین اضافه کنین که این مطلب برای بقیه افراد پربارتر بشه بتونن چک کنن و بقیه این نکته هایی که جا افتاده رو تو کامنت ها داشته باشن خود منم اگر بعدا به این نکته جدیدی برسم که لازم باشه ذکر بشه میام زیر ویدیو کامنت میکنم و باهاتون به اشتراک میذارم دمتون گرم امیدوارم که خوب باشید فعلا